کشتنم کشتن برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. رخ یار، ما که از رخ یار یادگاری داریم، هر دم از فراق یار ناری داریم، ناری داریم از فراقی ها. فعلا ای شیخ، یا تو را یا دگاه ما را بلمه و آگاه باشیم. ما سوخت دلان هم، ما سوخت دلان هم خدای آرزو میکنم که روزگار تو بهتر از آنچه گذشت باشه و خواهد بود. از اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی میخواهیم که اینک که برخواسته ایم تا دیگر گونی بیافرینیم، ما را یار و یاور باشد تا اهرمن را از سرزمین من بیرون بران. من به شما قول میدم که اگر به این برخواستن فکری ادامه بدید و دنبال رو بچه ها و جوانان باشید، سال آینده بسیار سال پر ثمری برای مردم ایران خواهد بود. همچنان که این سالی که گذشت، شما فکر نکنید ما کشته دادیم، شهیدانی دادیم و چه، خیلی برنده شدیم، خیلی پیروز شدیم، پیروزی بزرگی به دست آوردیم. اینو یادتون نره. الان کی دیگه چادر سرش میکنه؟ چادر و روسری یکی. کی دیگه میگه من مسلمانم تو اون مملکت؟ این دوتا. کی دیگه شیخ و ملا رو براش ارزشی قائل زدن، اماما رو برامدن و کردن که الان خودشون، تا حالا خود اینها گفتن ها، خودشون 18,000 تا شیخ و ملا گذاشتن و رفتن، یعنی یا از اون مملکت خارج شدن یا از اون حوزه خارج شدن، برگشتن به ده و شهر و روستای خودشون. 18,000 نفر و اینها مجبور شدن حتی برای طلبه های حوزه های خریت سازی خودشون بیگانگان رو از آفریقا بیارن. آفریقا سرزمین خوبیه، چاکلشیم، ولی یادتون نره که ذهن و عقل و ذکاوت اون کسی که میره درس میکنه، کتاب بکنه، تحصیلات داره، با اونی که نداره یکی نیست. تحصیلات هم نیست همش، سابق درس نمیخوندن که، کتاب میخوندن. کتاب خانی شما رو میتونه بسیار به جایگاه هایی برسونی که کسی نمیرسی. پس زدن روحانیت، گفتن این که ما دیگه مسلمان نیستیم. مجید رهنورد که میگه آقا من قرآن پرآن نخونید واسه من، شادی کنید. کیان پیر فلک، اینا همین پیروزی بزرگی که بود برای ملت ایران، پیروزی بزرگ بود. درست رژیم نشان گرفت، هدف گرفت، زد بچه‌های ما رو، ولی خون اونا میگن از خون جوانان وطن لاله دمیده. این همین دمیدنی بود که تمامش کرد نظام رو. شما در نظر بگیرید، با اینکه بارها گفتم دیگر بار، به خاطر اینکه این بچه‌ها رو میخوان مجاهد، نمیدونم چیه، کورکورانه است اسمش، هم تفکر میخوان اعدامش کنن و به جرم کشتن پیر فلک. بعد دیدم که میثم پدر کیان صحبت کرده دوباره و باز تاکید کرده که شاکی نیست از این ها، و چون خودش توی ماشینش بوده، اتومبیل گواه هست و دیده است که مامورای رژیم زدن بچه چو کشتن، ماشین شروع گله بستن، نه این آقایی که اینها گرفتن میخوان محاکمه کردن، میخوان اعدام کنن اینا. اینو خودش میگه. پس از اعدام اونا باید جلوگیری کنی. و نکته ای که میثم میگه، مادرش هم سر خاک گفت که بچه من از قرآن متنفر بود. این خوب گوش کنید، این خوب گوش کنید که کیان
افلاطون هم میشد الان برتر از افلاطونه. کیان بزرگ میشد میشد بابک خرمدین که بکشنش، الان بزرگتر شد از بابک خرمدین زمان ما، چون 9 سال 10 سالش بود رهبر شد، 9 سال 10 سالش بود پیامبر شد. شما بچه ها این عمه خاله بیبیتون رو باید روشن کنید، یک نهضت روشنگری باید را بندازین، صحبت کنید، اینا رو از پای سجاده و دین تازی بردارید، بگید ما خدا رو قبول داریم، خدای ما اهورامزدا دانا و تواناست. آیین اوستا، آیین زرتشت که میگیم، نوین زرتشتی که میگیم، دین نیست. ما تبلیغ دین رو نمی کنیم، نمی خواهیم از این چاه در بیام توی چاه دیگه بریم، نه. آیین اوستا، آیین زرتشت، آیین میترا، این همه آیین هست. وایس خودت رو ببین، هم آیین هم آیینه، و بعد زندگی خودت بساز، بهشت رو همینجا بساز، جهنم خودت رو همینجا خراب کن. فلسفه زندگیست که ما آموزش دادیم. انستیتو اوستا، اندیشگاه اوستا که 40 خورده سال ما راه انداختیم، از هنگامه رادیو آوا ایران تا کلاسایی که خصوصی تو دفتر شانزلیزه دادیم و اینها، و بعد گسترشش توسط تلویزیون در سراسر جهان، بچه‌هایی که آموزش یافتن، این بچه‌های اندیشگاه اوستا دیندار نیستن، دین رو میزنن ولی خدا رو میشناسن، آفریننده هستی میشناسن، خودشونن خدا، خدا خودشونن، در درون خودشون خداست، امید شور عشقی، اینا رو پرستن میدونن. خب اینها شما باید پدر مادرها و اینا پیر پیر پاتال اینا روشن کنین، این آیین تازی رو از سرشون بیارن بیرون، پیر فلک بشن. کیان پیر فلک؟ همونطور که من اگر به خاطر بسپارید توی 25 سال تلویزیون برنامه رو ببینید، از قدیم من نمونه های کیان رو برشمردم برای شما. اینا میمادن پاریس، من میدیدم چون بچه 9 سال 10 ساله نشسته روشن شده، معلمش میگفت پیغمبر محمد میاد روز قیامت دم جهنم وای مسته، هر کی که میخوام بندازم تو جهنم میگه خدا این منده ما بود لطفا ولش کن نندازش تو جهنم، ببرمش بهش، میگه ببر بندگانت را به بهشت. این مزخرف رو یک بار یه بچه مثل کیان 20 سال پیش، مثل کیان پیر فلک به معلم دینیش میگه، مامانش اومد به من گفت، پاریس بچه رو دیدم، و بعد اونجا مادرش رهزار میکنن اونجا، و بعد در اصفهان هم بودیم، نمونه تبریزش هم داشتم، نمونه مشهدش هم فرمون داشتم. بعد میگه که خانم اینا چی بچه تو یاد دادن این حرف رو میزنه؟ میگه ما چیزی یادش ندیم، ولی خب راست میگه. میگه چطور؟ میگه آخه مگه محمد از خدا مهربون تره؟ بچه چون پاریسی هم بوده میگه مگه جانتی تره؟ میگه نه. خب مزخرف چی بوده شما تعلیمات دینی بهش گفتی که محمد وای میسته اینا رو نره نره جهنمی بنده که من بود هستی بنده که من بود این مزخرفه داره چی؟ یعنی محمد که بنده خداست، رسول پستچیه، الله هم تازه هست، از خداوند بزرگ بخشنده تر، رحمان تر، مهربان تری که میخواد بره تو جهنم؟ میگه اصلا در مدرسه شورش شد، از رئیس مدرسه تا تعلیمات دینی همشون ذهنشون یک تلنگر بچه باز کرد. حالا کیان پیر فلک فکر نکنید مادرش که میاد سر قبرش و حرف میزنه، تو مدرسه با بچه ها بحث میکرده، بارها بهتون گفتم من بچه ها به من صحبت کردن، تماس داشتم، تو مدرسه بحث میکرده، روشن میکرده اینا رو، میگفته آقا این خدا چی، دین چی، پیغمبر چی، قرآن یعنی چی، چرا باید بخونیم وقتمون علکی هدر کنیم برای قرآن خوندن؟ ما باید شیمی بخونیم، فیزیک بخونیم، کارهای دستی که خودش میآفریده اونجا و خلاقیت های رنگین کمانی. بعد تو مدرسه همه میدونستن که این بچه اوستا اندیش و خردگرا و لایک هست و نقد به دین تازی میکنه، برای همین ماشینشون رو نشون میگیرن میزنن، اینا رو نشون گرفتن یه دیر زدن که فکر کنن بخوابه. خوشبختانه مردم ایران همیشه ققنوس از خاکستر برمیخیزه، برخواستن و دو جهان رو رنگش رو عوض کردن. این کارهای مردم ایران، مردم بزرگی داریم، مردم بزرگی داریم، این مردم بزرگ رو باید قدرشون رو بدونیم، قدرشون بدونیم، سپاسگزارشون باشیم. پدر و مادرهایی که بچه آقا طرف مذهبی بوده، الان دیگه نیست، الان دیگه میسم به خاطر بچهش، به خاطر خودش
مادرش اینا دیگه مسلمان نیستن. من میگم اونا اگرم نمیگن مسلمان نیستن و تقصیر شماست تا زیان حاکم بر ایران که مردم ایران را از دین خودتون خارج کردید. همه ایرانی ها مسلمان بودن که آقا پدر خانواده آقای پیر فلک که اسم به قشنگی آریایی داره، باباش اسمش میذاره میثم، یعنی میثم تمار خرما فروش رفیق محمد، یعنی اینقدر بنده خدا مسلمان بوده به اسلام عقیده داشته، به مزخرفات که آخوندا میگفتن این باورشون میشده. ولی شما بچه 9 سالشو میکشید 10 سالشو و کاری میکنید که نه تنها اون، تمام قبیله، تمام شهر دین شما رو دفنش میکنن. آئین، آئین بهین نوین زرتشتیان، اوستاگرایان، اوستاگرایانی که خداوندشون اهورامزداست، هم داناست هم دواناست. بعد میگه شما مثل من بشید، مثل من باید باشید همتون، دانا و توانا، قدرتمند در نبرد با اهریمن که دشمن من اهورامزداست. من اونو نیافریدم، اونم یه آفریده است از بدی، از پلیدی، از پلشتی، از زشتی، از کینه، از ستم، از هراس افکنی، ترور، از نابودی، ویرانگری. من اهورامزدا هستم، بخشنده و مهربان. از من بایستی تبعیت کنید و برای خودتون کار کنید، مزدور کسی نباشید. حالا این مبحث رو که شما داشته باشید از نظر فلسفی، منم همیشه از همون قدیم که در مشهد نشریه ارشاد رو منتشر کردم، هنوز وزارتخونه ارشاد درست نشده بود، اطلاعات جهانگردی را ارشاد نکرده بودن. من از بهمن 57 تازی نشریه ارشاد رو منتشر کردم، اولین شعاری هم که دادیم در اونجا جز اینکه آزادی تعامل عقل مغالبه، گفتم هر یک از شما، هر یک از شما بایستی خودش پیشوا باشه، پیشوا بایستی باشید شما، و ما حزب نداریم به این ثبت نام کنیم که برای بلتن ما اسم ما لو بره شما بگیرن، نه، تک تک شما بایستی بشید یک زرتشت، یک افستا. و الان همون شده در ایران. ایران الان اونه که من جرزه برزه میکنم، نه، ولی مردم ایران وقتی که کیانهاش در 19 سالگی ابو علی سیناست دیگه، بقیه رو شما ببین. این است که مهربان یاران، رسالت بچه ها اینه که چه بکنن؟ رسالت شما این هست که اونهایی که هنوز سر بر آستان تازیان دارن روشنشون کنید. تا میگه الحمدلله، بگو تو چرا بت تازی رو سپاس میگذاری؟ الله الف و لام به اله اضافه شده، بت بزرگ قریش در کعبه بوده، خدا به عربی هم تازه میشه رب، نمیشه الله، اون بود.